برای جزئیات بیشتر به پارلمان اروپا رفته. ادریس، چه گروه های پارلمانی در اونجا حضور دارن و قراره چه بحث هایی مطرح بشه؟ بله نیوشا، حدود 6 گروه پارلمانی طرح و پیشنهاد این موضوع رو دادن با عنوان نقض حقوق بشر، دموکراسی و نقض حاکمیت قانون. در پارلمان اروپا قرار است که امروز بحث و گفتگو گذاشته بشه. وضعیت حقوق بشر و وضعیت زنان در ایران شکننده و نگران کننده اعلام شده. این در حالی است که علاوه بر این، برنارد فیلان، شهروند فرانسوی انگلیسی که در بند و در زندان جمهوری اسلامی هستش، هم پروندهش همراه با توماج صالحی مورد بررسی قرار میگیرند. در دقایق یا ساعت دیگر ممکن هست که نمایندگان پارلمان گفتگو و بحث رو در این مورد شروع بکنند و قرار هست که قطعنامه ای هم فردا از سوی نمایندگان پارلمان ایراد بشه و به تصویب برسه. در پیشنویس این قطعنامه نگرانی و در واقع از ضعف حاکمیت قانون در ایران عنوان شده. از وقتی که خیزش مردمی ایران در این کشور آغاز شده، فعالین اجتماعی، فرهنگی، هنرمندان، سیاستمداران زیادی حمایت خودشون را از خیزش مردمی اعلام کردند که توماج صالحی هم با اعتراض خودش به حمایت از مردم پیوست و مدتی هم هست که در بند زندان ایران قرار داره. این در حالی است که وضعیت معترضین و وضعیت حقوق تحصیل و زنان در افغانستان هم امروز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و علاوه بر اون، نمایندگان پارلمان خواستار آزادی این دو زندانی هستند، آقای برنارد فیلان و همچنان توماج که گفته شده اینها برای دموکراسی، برای آزادی و برای حقوق بشر در زندان هستند و باید هر چه زودتر به پروندهشون رسیدگی بشه و از بند زندان جمهوری اسلامی کنار گذاشته بشن. امروز بحث‌های گوناگونی شد. من در حاشیه این پارلمان که با یک تن از نمایندگان حزب سبز که یکی از این گروه‌های پارلمانی هست صحبت می کردم، اشاره به این داشتن که وقتی که جنبش زن زندگی آزادی در ایران شکل گرفت، ما توجهمون بیشتر به وضعیت زنان دموکراسی در ایران جلب شد و نقص فاحش و آشکار دموکراسی در اون کشور. ممنونم از دست جویا همکارمون از بیان.